بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان ماسلین گرانقدر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای را سپاس گذاریم که به همه این توفیق را نایت کرد که بتوانیم در حد توان خود پیرامون دروس و معلومات دینی خود کوشش کنیم و از دروس آنلاین استفاده نماییم با امید این که الله همه امت مسلمه به ویژه شمایان را از گزند و حوادث روزگار و از آفات و بلیات زمینی و آسمانی محفوظ نگه دارد در درس گذشته پیرامون صفحه که از جمله اوارز مکتسبه بود در مورد آن خواندم اینکه صف چه نوع عارضه است و چه حکم داره و وقت شخص با صف روبرو شد مال به او پرداخت میشه یا نمیشه این موضوع با تفصیل یادآوری شد در درس حاضر صاحب کتاب دکتر زیدان روی موضوع منع بر سفیه یا قید و حجز بر سفیه بحث میکنه چنانچه فرمود اختلف الفقهاء فی السفه فقها در مورد صفح یا بیخردی اختلاف کردن هل صحیح ان یکون سبب للحجر ام آیا صحیح که سبب منو قید قرار بگیرد املا یا قرار نمیگیرد سواء نکان صفه اصلیا برابر است که همان صفحت و همان آرز اصلی باشه بین بلغ الانسان و صفیحن به اینکه انسان به صفیح بودن بالغ شده باشد او کان و یا این عارضه به صورت پیش شونده باشه روزی باشد به ان بلغ عاقلا رشیدن به اینکه شخص بالغ شده باشد هوشیار و راه یافته ثم طرع علیه السفه و بعدن برو همان خفت عقل آرس شده باشد و یوم رد و اختلافی ملا قوله. ممكن است بازگرداندن اختلاف في را به سوی دو قول نتیجه و قول النشاء. القول الاول قول اول وهو قول الجمهور من الشافعيه والحنابلة والمالكية والجعفرية ان قول جمهور از و حنابله و مالكيه است وهو قول ابي يوسف ومحمد صاحبي ابي حنيفه وان نظريه امام ابو یوسف و امام محمد دو رفیق و دو شاگرد امام ابو حنیفه است و عندها اولای جمیعا در نزد این گروه تمامی یحجر و علی السفیه بر سفیه قید وارد میشه و ان السفه سبب للحجر خود سفه یا خفت عقل سبب من است فاذا وجد زمانی که یافته شد وجب الحجر حجر و یا قید واجب میشه القول الثاني قول دوم المنع من الحجر بسبب السفه جلو گیری مش از منع قید قید وارد نمیشه به سبب خفته عقل و خفته رای و قول ابي حنیفه و نظر نظر امام ابو حنيفة و نظر ظاهریه است دلائل را استدل الجمهور جمهور استدلال كان ورين يحجر عليه بر قيد وارد مشه ممانعت بر او ادله به یک من از جمله انها قال تعالى الله فرموده فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا اجر كسك بر اودي حق شخص خفيف الراي و بود يا ضعیف و بود أو لا يستطيع ان يمل قدرت املاء و بیان کردن را نداشت او خود آن فالمل الولی به عدل باید بیان کند ولی آن انصاف فهذه الايه إن آیه افادت فایده میده ثبوت الولاية ثابت بودن تصرف را بر وذلك لا يتصور وصابت شدن بر برسفيه تصور نمیشه الا بعد الحجر عليه مگر بعد بر ممنويات بروارد بشه ب دوم جاء في الاثر الاثر آمده ان الامام علي الامام علي بن ابي طالب طلب من الخليفه عثمان بن عفان طلب كدس خليفه عثمان بن عفان ان يحجر على عبد الله بن جعفر كمن وارد كنه وقيد وارد كنه بر عبد الله بن جعفر لتبذيره المال بخاطر اسراف كردن آن مال را چون مالش اسراف میکرد ولو لم يكن الحجر على السفيه جائزا اگر قيد من وارد كردن و پيشگيري بر شخص خفيف الرأي وزيف العقل جائز نمي بود لما طلبه الإمام علي چنان شيز را وپشنهاد را خواسته را إمام علي أن را طلب نمي كرت الحجر على الصغير يثبت الاحتمال تبذيره من أقيد بر قد وصابت ثابت مش خاطر احتمال اسراف کردن احتمال اسراف در وجود دارد و هاز المعنى همین تبذیر و اسراف موجود فی السفیه يَمِينُ احتمال تبزير و اسراف در سفیه موجوده در شخص خفيف العقل و ضعيف فكان فقال الحجر علیه قسمی باشد قید کردن و ماکرن بر سفیه لازما لازم, لازم كما هو مسلك قد ومن وارد كرن لازم است بالنسبة للصغير نسبة بطفل خود سال دال شهرم. السفيه لا يحسن التصرف في ماله شخص سفيه خوب یاد ندارد که در مال خود تصرف بکنه و هو فی حاجت الى من یرعاه و یحفظ علیه ماله او در نیاز و ضرورت است به کسی که از او مواظبت بکنه رعایتش را بکنه و مالش را برو نگهبانی بکنه ولا یتأتى هذا الا بالحج علیه و این حاصل نمیشه این مقصود مگر با قید و من وارد کردن بر سفیه کما هو فی الصغیر مثل که امان است حکم در طفل خورد سال ولا يقال گفته نشود ان السفیه عاصن لشخص شخص سفیه گناهکاره به تبذیره المال به اینکه مالش را تبذیر میکنه و زیاده خرجی میکنه بیجا مصرف میکنه فلا استحق رعایته پس این وقتی عاصی شد سزاوار رعایت و نگهبانی و مراعات نمی باشد لانه نقول زیرا که ما در جواب میگوییم این المعاصیه لا تخرج صاحبها ان استحقاق النظر له و رعایت مصلحته متعاقب گناه بیرون نمی برد صاحبش را از اینکه نظر و شفقت برای آن سزاوار است از بودن نظر او را بیرون نمی کنه. از مراعات صلاح دید آن و در نظر گرفتن مصلحت آن او را بیرون نمی باره. ألا يرى يا نمي شبت أن القاتل العمد كسك قاتل است بقتل عمد لم تخرجه جنايته ورى بيرون نمي أورد جنايته عن, عن استحقاق النظر له أز مستيقبودن نظر و شفقت برأي برايان بدليل جواز العفو عنه بدليل إنك عفوك نزان جائز است أولى فالشخصي خفيف الراي وزيف العقل بطريقه اوรส بيتر واستاذ ان يرعى جانبه كالحاس كر شود جانبه وان وتراه مصلحته ودر نظر گرفته شود صلاحيان پنج الحجر على السفيه يدفع الضرر عن الجماعه قيد من وارد کردن بر شخص سفيه خفيف العقل وزيف الراي ضرر از جامعه دور میسازد. همیشه ضرر اجتماعی از ضرر فردی مهمتر است اذبی بی اصان و مالو از این جهت که با واسطه امین من بر سفیه مالش حفاظت میشه فلا یکون و عالتن نمی باشد او بار دوشی علا غیرهی بر غیرش ولا یتحمل و يتحمل بیت المال نفقته بیت المال نفقه اش را تحمل نمیکنه کنه و حیث ان الحجر علی الانسان به که قید و من بر انسان لدفع الضرر عن الجماعه به خاطر دفع کردن ضرر از جماعت یک امر واجب است یا در نظر گرفتن زیان اجتماعی و فرو کردن زیان فردی یک امر امر معقول و پسندیده است ولی از همین جهت یحجر علی المفتی الماجن اون شخصی است بر یک مفتی گستاخ و بی باک و بی و بدون تحقیق که فتوا در مسائل میده بر و قید و من وارد میشه که تو حق فتوا دادن نداری همچنین قید و من وارد میشه بر طبیبی که جاهل باشه دکتری که نفهمه و در فن خود بلدیت نداشته باشد او همچنان از جانب حکومت باید لوی از او پایین بشه و سر از او قید وارد شه و او اجازه داده نشه که مریض ببینه فقد لا يحجر على همچنین بر شخص سفیه یا خفیف العقل و ضعیف الرأی قید و من وارد میشه به خاطر چی لدفع الضرر عن الجماعه به خاطر دفع کردن ضرر و زیان از جماعت از جماعت مردم تا اینکه دفع بشه ضرر اجتماعی دور بشه عدلة أبي حنيفة دلائل إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه واستدل أبو حنيفة بجملة أدلة استدلال الإمام امام ابو حنيفه بيك سلسله مجموعه دلائل منها از جمله ها دليل اولين ان السفيه مخاطب سفيه مخاطب است مورد خطاب چرا خطاب بواسطه و وهي وهم بواسطه بلوغ بامرؤيا عقل مش والصفه لا يجمون نقصا في عقله ولا تميزه و خود خفت رای یا ضعیف بودن عقل واجب نمی آرن نقصان را در عقلش نیم در تمیزا و لحاظا یبقا مخاطبا به امین خاطر است که او باقی میمانه مخاطب به حقوق شهر شریعت را مخاطب کرده و خطاب خطابات الهی متوجه از او میشه و تصح و تصرفاته القولیه و تصرف های قولی از او صحت پیدا میکنه مثلا طلاق دادن از او نکاه گرفتن از او و یه به صفی دویون العباد اگر قرض از بنده ها گرفته چیزی را خریده مال را به اصطلاح به تصرف خود در آورده و اینه که در بدل دین های بندگان حبس میشه و یعاقب علی و علا اگر جرم و جنایت را مرتکب میشه سزا نمیشه و در مقابل جرمهایش ويؤخذ باقراره ومؤاخذه ميشواد به اقرار كردن آن به اسباب عقوبات اگر از زنا كردم يا قذف كردم يا دزدي كردم او مي مؤاخذه ميشه فلو كان السفه يبقى معتبرا بعد البلوغ اگر باشد بي خردي باقي بماند اعتبار شده بعد از بالغ شدن في ايجاب نظر لسفي وجب كنن إذا نظروا شفقت را برا السفيه، ولا علي الحجر عليه ولازم بود قيد من وارد كنن برا، لكان الأولى الأول البت سزاورترين بود كان يحجر عليه كقيد من وارد شبر سفي في إقراره در إقرار كرنان بأن بأسباب العقوبات والسبب هاي عقوبات، إنها خو مهم ترست، إن الضرار النفسي است، النفسي مهمتر نسبت به ضرر لان الضرر على النفس و الزيان زیان نفس وارد مشا اعظم و مهمتر و, و است من ضرر المال الزيان ونقصان و نقصان و كي در مال وارد مشه. دو ان الانسان ببلوغه عاقلا انسان به با بالغ شدن عن عاقل تکمل اهلیته اهلية او کامل میگرده وتتم تتم شخصیت او و تمام میرسه فالحجر عليه من اقيد وارد کردن بر همین انسان فیاض الحالة در چنین حالتی که بعد از اینکه او بالغ شده عاقل اهدار لكرامته بهدر هدر دادن عزت از اوست و انسانیته و هدر دادن او كي ما با او معامله انسانی نکردیم و این هدر دادن کرامت و انسانیت لا و روانی است و ازا قیل وقتی که گفته شود ان الحجر لمصلحته که اینجا قید و من که وارد میشه به خاطر صلاح خود همان صفی است فالجواب جواب این است که ان ضرر اهدار آدمیتیه ضرر هدر دادن انسانیت از او و ملحق کردن از او بل به پایان بالحجر عليه بواسطة قید وارد کردن بر آن اشد و سختر من ضرر اضاعت المال علیه الزرر ضرر و نقصان زای کردن مال بر سفیه و القاعدت قاعده شرعی از قواعد کلی فقه است که تقضی و فیصله میکنه به تحمل ضرر فی دفع ضرر الاشد و اونجا یختار و احمن الشرین یا یختار و احمن البلیتین از قواعد کلی فقه است و فیصله میکنه که ما ضرر سبکتر را برداشت میکنیم در راه دفع کردن ضرر سختتر اینجا مسئله انسانیت و کرامتی نسبت به اینکه مال از او بشه فکان عدم الحجر علیه پس میباشد قید وارد نکردن بران از جمله مصلحت آن است

فلم يحجر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام پیامبر عليه السلام برو و من وارد نکردن وإنما امره خاص او را امر ان يشترط لنفسه الخيار في البيع إنك شرط بگذارد براي خودش اختیار را در وقت که معامله میکنه در بيع معاملات خرید و فروش فلو كان الحجر جائزا اگر من أقيد جائز می بود لحجر عليه بران من وارد میکرد تا اینجا دلایل بود و از اینجا جواب میده از دلائل احناف جواب میدن از دلائل دیگران دیدگاه دیگر اما احتجاج هم به آیت فاین فا کان الذی علی الحق سفیهن دلیل جستن ایشان به آیه اگر بود و کسی که بر او حق است بی خرد بود پس حجت نیست برای ایشان در آن چرا ولی هنا هو ولی الحق ولی در آنجا کس است که ولی حق است نه ولی سفیه است اون نفر میتونه که املا کنه عمل احتجاج به طلب الامام علی ابن ابی طالب دلیل جستن به طلب کردن امام علی ابن ابی طالب قیدمان را بر عبدالله ابن جعفر فلا حجت لهم فيه برای ایشان در آن کدام استدلالی نیست چرا طلب کردن حضرت امام علی یحمر حمل میشه علا بر طریق تهدید و تخویف بود و تغلیزی بود لال الزامی امر الزامی نبود سیاستی بود یا حمل میشه بر طلب من مال از عبدالله ابن جعفر بر اعتبار اینکه که سن کاند دون الخامسته سال و عمر او از پنج سال خ... دون الخامسته و از بیست پنج سال کمتر بود تجربه ندار. التبذير معصية إسراف معصية است والمعصية لا تكون سبب للرعاية، معصية سبب رعاية نمي باشد وحجر فيه أسباب رعاية برايان فلا يلزمه بس إلازم ولا يقال گفتنا شك معصية واجب مي بيرون كرنن را رعاية رعاية نشه استدلال بجواز عفو از قاتل عمد شري ان القائلين بالحجر کسانی قائلا بقيد من یوجبونه على السفیه آن حجر من را واجب میارن بر سفیه و قاتل در حالی که او جایز واجب واجب نیه قیاس آنها و استدلال آنها استدلال بدون از دلیل است اما القول بان الحجر على السفيه قول بينك قید من, قید و من و آوردن بر صفیح بخاطر خاطر دفع ضرر از جماعت است فمردود و نیرد شده است چرا صفیح تصرف در خالص مال خود میکنه ولا حق لأحدین کسی دیگر حق ندارد فی مالهی در مال از او حتی یمنع من تصرفه فیه تا اینکه منع کرده شود از تصرف کردن آن فیه در مال لحاظ الحق المزعومی به این حق احتمالی و حق گمانی که از مردم باشده یک اسب به کدام حقی ندارد حالا دیدگاه صاحب کتاب چون عادت نمی است که قول راجح را در مسائل ذکر میکنه میگه القول راجح قول که ترجیح داره الذین میلو الیه آنچه که ما به سوی آن تمایل داریم قول و قید من است چرا؟ لان ظاهر النصوص تو و ذلك ظاهر نصوص و آیات و احادیث تأیید امی حجر بر را کما ان فی الحجر مسلحة للسفيه مثل که در قید و من وارد کردن صلاح و مسلحت برای صفیح هم هست به حفظ ماله به مالش و دفع الزرر یعنی الجماعت و دفع مش نقصان از عموم مردم ولا يقال و گفته نشود که ان تصرفه في ماله تصرف آن در مالش هست ولا حق للجماعت فیه و جماعت حقی در مال آن ندارن زیرا نان و زیرا ما میگویم که تصرف انسان در خالص مال آن مقید است به عدم الازرار بالغیر که به دیگه کس ضرر نرساند آیا دیده نمیشه؟ انما ینصب طاحونه کسی که استاد میکنه ا آسیای رافیداری در سرای خود من همیشه از آن با وجودی که در سرای خود در حق شخصی خود در ملک خود تصرف میکنه لتضرر الجیران به خاطر zarar ناک شدن همسایاتون لرز میکنه خانه هاینا ها سست میشه فکر از سفیه همچنین شخص سفیه من همشه من تصرفاته از تصرفاتش در مالش الا یفنی مالو تا اینکه مالش ختم نشه و یکون عالتا او یک بار دوشی نباشد بر جماعت و بر بیت المال و در این ضررت ضرر زرار و نقصان بر جماعت است دفع او واجب است دفع اين زرار بالحجر عليه توسط قید من وارد كلن عليه بر